سرخط خبرها. رایزنی دولت جدید آمریکا با متحدان اروپایی درباره برجام. بایدن و مکرون برای همکاری درباره مسئله هسته‌ای ایران توافق کردند. هشدار اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان. فرودگاه کابل خروج ارز توسط مسافران VIP را کنترل نمی‌کند. پس لرزه‌های باخت‌های پی در پی در چلسی، صبر مالک روس به سر آمد، فرانک لامپارد اخراج شد. و ادامه تعطیلی مدارس در بریتانیا، فشار مضاعف دوران قرنطینه بر دوش والدین. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی BBC خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امانوئل مکرون همتای فرانسویش درباره همکاری‌های دو جانبه تلفنی صحبت کرد. به گفته کاخ الیزه، برنامه هسته‌ای ایران یکی از موضوعات گفتگوی آنها بود. همزمان برنامه هسته‌ای ایران یکی از موضوعات بحث امروز وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم هست. اخیراً فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران هشدار داده بودند. اقداماتی که به گفته آنها می‌تواند کاربرد نظامی داشته باشد و سرنوشت برجام را به خطر می‌اندازد. از مشتبه نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوبل پرسیدم تحلیلش از گفتگوی آقای بایدن و رئیس جمهوری فرانسه چیست؟ فرانسه در بین کشورهای اروپایی در مورد یک سیاست خاورمیانه فعالتری داره. یعنی هرچند که امانوئل مکرون موقعی که به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شده بود تأکید کرد که سعی میکنه در خاورمیانه توازن قوا و یه نوع بی‌طرفی فعال رو مثلا رعایت بکنن، اما سیاست فرانسه بر چند تا اصل استواره. یکی حفظ یه سری از مناطق سنتی نفوذش هست، مثلا مثل لبنان یا مثلا کشورهای دیگه. فرانسه تلاش میکنه که در خاورمیانه نفوذ ایران به نحوی نباشه که اون نفوذ سنتیش رو بتونه کنترل بکنه یا محدود بکنه. از یه طرف هم فرانسه یک سیاستی داره بر مبنی بر این که امنیت در خاورمیانه تامین بشود که تبعات این ناامنی در حادثه‌های تروریستی در این کشور تبلور پیدا نکنه. پس در نتیجه تلاش میکنه اون توازن بین قدرت‌های منطقه از عربستان گرفته، اسرائیل گرفته و ایران حفظ بکنه. من فکر کنم علت تماس بایدن با فرانسه به خاطر تحرک فرانسه در پرونده برجام و سایر پرونده‌هایی است که در خاورمیانه در جریان هست. یعنی فرانسه در خاورمیانه بیشتر یک بازیگر فعال هست. قبلا هم دور قبل مذاکرات برجام هم فرانسه خیلی موضع سختی داشت نسبت به کشورهای دیگه اروپایی. الان که دوباره حرف از بازگشت به برجام هست و هر دو طرف به هر حال شرط و شروطی رو مطرح کردن، فکر میکنید که فرانسه باز همون موضع سخت رو دوباره بخواد بگیره در رابطه با ایران؟ من فکر کنم نگاه کلی فرانسه احیای برجام هست، ولی در کنار احیای برجام خیلی تلاش میکنه توازن بین ایران، عربستان و اسرائیل هم حفظ بکنه. این توازن علاوه بر اینکه تلاش میکنه اون منطقه های نفوذ سنتیشو حفظ کنه، این توازن بر این اساس برقراره که سعی میکنه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای رو در خلال مذاکرات برجام بگنجونه یا حداقل به موازات احیای برجام این مذاکرات رو با همکاری آمریکا پیش ببرن. چون فرانسه هم اون سیاست دوگل در مورد پرونده فلسطین رو در حال حاضر نداره علارغم انتقاداتی که به اسرائیل داره، از یه طرف هم روابط اقتصادی و استراتژیک که با عربستان میخواد حفظ کنه، از یه طرف هم احیای برجام رو به عنوان یک مؤلفه تامین امنیت در خاورمیانه مهم ارزیابی میکنه. پس من این اظهارات مقامات فرانسه رو در راستای این ایجاد توازن و حفظ توازن در خاورمیانه میدونم. مشابه نجفی توضیح میداد. رسانه‌های ایران فیلمی جدید از برخورد یک نماینده مجلس با یک مأمور پلیس راهنمایی رانندگی در تهران منتشر کردند. ماجرایی که در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده.
پلیس راهور هم گفته که با مستندات کافی از این نماینده به مراجع قضایی شکایت برده. علی اصغر انابستانی نماینده سبزوار پیشتر درگیری با این مامور پلیس را رد کرده بود، اما حالا ناچار به تغییر روایت خودش از ماجرا شده. آرش مومنیان گزارش میدهد. تصویری جدید از ماجرایی که سه روز است در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرده. این را دوربین‌های کنترل ترافیک تهران ضبط کردند. گفته شده لحظه سیلی زدن نماینده مجلس به صورت پلیس راهور را نشان می‌دهد. تأییدی شاید بر روایت این سرباز وظیفه. اول اکبری هستن، سر دعواده دولت شیفتن. این ماشین اومده، رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه. به من گفته منم جوابشو دادم، بهش گفتم خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس پیشتر در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود اصلا از ماشین پیاده نشده، چه رسد به این که به گوش مامور پلیس سیلی زده باشد. تصاویر جدید اما نشان می‌دهد که علاوه بر راننده، سرنشین این خودرو آقای عنابستانی از آن پیاده شده و در این لحظه مأمور پلیس ظاهراً بر اثر برخوردی به عقب پرت می‌شود. امروز که این فیلم درآمد، آقای عنابستانی هم بیانیه‌ای منتشر کرد و اعتراف کرد که از ماشین پیاده شده و سرباز را هل داده، اما گفت که سرباز با باتون به شکم او زده و به او توهین کرده. این بیانیه نکته دیگری هم دارد. نماینده سبزوار میگوید حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی به او قول برخورد با متخلفان را داده بود. اشاره شاید به این که قرار بوده سرباز سیلی خورده تنبیه هم بشود. آقای عنابستانی اما مینالد که قبل از آن فیلم این ماجرا در فضای مجازی پخش شده و به گفته او سر از رسانه‌های خارجی درآورده. نشانی شاید از آن که اگر فشار رسانه‌ها و افکار عمومی نباشد، قدرت معیار قضاوت می‌شود و قانونگذار قانون شکن. آرش مومنیان، بی بی سی. چند خبر کوتاه. در ایران یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از واردات واکسن این ویروس از سوئد خبر داده. مینو مهره از اسم این واکسن را اعلام نکرده، اما گفته که نه مدرناست نه واکسن کوبایی، چون واکسن کوبایی هنوز مرحله آخر ساخت خود را طی نکرده. خانم مهره از گفته که اولویت تزریق واکسن با کادر درمان است. افراد بالای 70 سال و بیماران دیابتی، قلبی و ریوی در اولویت بعدی قرار دارند. پس از آنها هم نوبت گروه‌هایی است که بیشتر با مردم در ارتباط هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های اندونزی را موضوعی فنی خوانده و گفته قبلا همچنین اتفاقاتی در عرصه کشتیرانی رخ داده. سعید خطیب‌زاده گفته که ایران اطلاعات زد و نقیضی در این زمینه دریافت کرده و منتظر گزارش‌های بیشتر از طرف دولت اندونزی است. دیروز مقام‌های اندونزی از توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا که خبرهای حقوق بشری را پوشش می‌دهد، مهدی علی حسینی کشتیگیر اهل اندیمشک سحرگاه امروز در زندان دسفول اعدام شد. او 5 سال پیش به اتهام قتل در پی یک نزاع به اعدام محکوم شده بود. اجرای حکم اعدام با گرفتن رضایت از خانواده مقتول 7 روز به تعویق افتاده بود. عده‌ای از قهرمانان کشتی ایران و بعضی در خارج از کشور خواهان توقف اعدام آقای علی حسینی شده بودند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین دارایی افغانستان که 2 روز پیش با دستور رئیس جمهوری عزل شد، دلیل برکناری‌اش را نپذیرفته. او گفته که نه به خاطر فساد بلکه به دلیل دفاع از منابع ملی برکنار شده. آقای ارغندیوال امروز در یک نشست خبری گفت که احتمالاً مخالفتش با بعضی از قراردادها باعث شده که برکنار شود. او هر گونه دست داشتن در فساد را رد کرده. سیگار اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان میگوید با وجود تلاش‌های دولت برای کاهش خروج بیش از اندازه و غیرقانونی پول از فرودگاه حامد کرزی در کابل،
ضعف‌های برجسته‌ای در این زمینه دیده می‌شود. این اداره همچنین گفته که از دستگاه‌های شمارش پول در فرودگاه کابل به طور منظم استفاده نشده. اداره هوانوردی افغانستان اما می‌گوید نسبت به گذشته اصلاحات گسترده‌ای انجام داده و از خروج غیرقانونی پول جلوگیری کرده. فرشید حکمتیار تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از ویرجینیای آمریکا با ما هستن. آقای حکیمیار، آیا برآوردی وجود داره که هر سال چقدر ارز از افغانستان خارج میشه؟ سلام، روز شما بخیر. من فکرم در مجموع در سطح جهان پولی که پولشویی میشه به تریلیون دلار میرسه، ولی از جانبی که در داخل افغانستان نظر به وجود گسترده تجارت مواد مخدر و معاملات بسیار کلان پولی اصلا ارقام دقیق درست معلوم نیست، ولی پیش بینی ها در بین 2 تا 5 بیلیون دلار پولی است که پیش بینی میشه که پول مواد مخدر از طریق مرزها از افغانستان بیرون میشه. چقدر تاثیر داره این روی اقتصاد افغانستان، این مقدار پولی که داره میره بیرون؟ خب همونطور که شما خبر دارین، پولشویی کلانترین مشکل است در مجموع در چرخش اقتصادی کشور و در این زمان در اقتصاد کشور. بیرون شدن پول یک مشکل فوق العاده جدی را به خاطر دورنمای بهتر افغانستان ایجاد میکنه و آنچه که مهم است این است که دولت بسیار کوتاهی های جدی داره، همونطور که سیگار واضح ساختن، اینا راه ها یا در اصطلاح انگلیسی لوپول ها یا سوراخ های وجود داره که پول به شکل غیر قانونی بیرون میشه و دولت متاسفانه کار جدی در این مورد انجام داده نتونسته تا حال. دولت اما میگه که اصلاحات گسترده ای انجام داده. آیا مشخص هست که چه کار کرده و چقدر تونسته جلوی خروج پول رو بگیره؟ خب ببینین، همونطور که سیگار یادآوری کرد، اصلا وقتی که اشخاص مهم از افغانستان بیرون میشن، اینا به شکل منظم ماشینای پولشویی نیست که شمارش پول نیست یا اسکنرها نیست که دقیق بررسی کنن که از میدان هوایی کابل هر شخص مهم که از یک ترمینال خاص بیرون میشن چقدر روی از این نظارت میشه. و از جانب دیگه یک سری تغییرات اخیر در داخل، مثلا پس شدن وزیر دارایی افغانستان، وزیر مالی افغانستان، در این زمان یکی دو ماه پیش یکی از اشخاص مهم برای رئیس جمهور فرمانده امنیتی میدان هوایی حامد کرزی شد. اینا مسائلی است که بسیار سوال برانگیز است و این خودش نگرانی را بسیار زیاد هم در بین طبقه تجار ایجاد کرده و هم در بین دوستای بین‌المللی افغانستان، چون معمولا مردم عادی و مردم عام هم توان پولشویی را ندارن و هم امکانات بسیار محدود دارن. پول زیاد در دست کسایی است که اینا دسترسی زیاد به دولت دارن، به نوع دسترسی به مقامات سیاسی دارن و اینا میتونن از این راه‌ها پول از داخل افغانستان بیرون کنن. داخل دولت چه کسی سود میبره یا چه نهادی، چه بخش سود میبره از خروج این ارز؟ آیا به این دلیله که جلوش گرفته نمیشه؟ خب ببینید، در داخل دولت اشخاص فوق العاده خوبی هم وجود دارند که اونا افغانستان را دوست دارند و در فکر ازی هستند که افغانستان ساخته شود و ثروت افغانستان در داخل افغانستان باقی بمونه. ولی در داخل دولت یک سری حلقات و افرادی هم وجود داره که اینا با استفاده از این فرصت سیاسی میگه پولها را به بیرون میکشن و مهمترین فاکتوری که پولشویی و انتقال پول از داخل افغانستان به سرعت جریان داره ای است که خود امی خلای قدرت به نوعی وقتی که پروسه سال از یک جانب پیش میره و بحث های ازی وجود داره که دولت موقت میه یا نمیفهم طالبا با دولت میه، این خودش یک نوع نگرانی روانی را در سطح کل ایجاد میکنه و این زمین اساس ازی میشه که یک شای از خوش فرصت طلب از این فرصت ها استفاده کنن و پول های که در داخل افغانستان وجود داره را به شکل غیر قانونی از داخل افغانستان بیرون کنن. ممنونم ازتون فرشید حکمتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. جو بایدن و امانوئل مکرون در گفتگوی تلفنی بر سر همکاری درباره مسئله هسته‌ای ایران توافق کردند.
اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که خروج ارز توسط مسافران VIP در فرودگاه کابل کنترل نمی شود. در ادامه برنامه، دردسرهای والدین برای آموزش کودکان در دوران قرنطینه. کارزار پرفراز و نشیب برای مهار شیوع کرونا در بعضی از کشورها با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. از وضع مقررات سختگیرانه‌تر در بریتانیا برای کنترل شیوع ویروس تا کندی توزیع واکسن در بعضی از کشورهای اروپایی. مسئله اصلی تأمین به موقع و کافی واکسن‌های تایید شده است. در همین حال مقررات مهار کرونا در هلند طی روزهای اخیر باعث شورش و ناآرامی شده. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. یکی از رهبران جهان که برابر توصیه‌ها برای پیشگیری از شیوع کرونا مقاومت می‌کرد، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک که ماسک نمی‌زد و خوشبین بود که کرونا سراغش نمی‌آید. او که 67 ساله است، حالا مبتلا به کووید 19 شده. هرچند گفته می شود بیماریش سخت نیست. همزمان با تهیه و توزیع واکسن کرونا، با شیوع سویه های تازه کرونا، بیم و امید درباره این ویروس در جهان حاکم است. بیم این که برخی انواع جدید این ویروس مصری تر است و شاید کشنده تر هم باشد. و امید به این که واکسیناسیون بتواند غول کرونا را دوباره به چراغ برگرداند. مسیر واکسیناسیون اما پر دست انداز بوده. فشار برای تولید میلیونی دوزهای واکسن بر روی شرکت‌ها فزاینده است. فایزر بایوانتک، یکی از پیشگامان تهیه واکسن کرونا، چندین بار در هفته‌های گذشته نتوانست سفارش‌ها را در موعد مقرر به دست کشورها برساند. واکسنی که گفته شده دریافت دو دوز از آن مسئولیت بالایی ایجاد می‌کند. در اسرائیل با جمعیت 9 میلیونی حالا حدود 1/4 مردم دوز اول را دریافت کردند. واکسیناسیونی که با کهنسالان و افراد با مشکلات زمینه‌ای آغاز شد و حالا قرار است به دانش آموزان برسد تا واکسینه شوند و بتوانند بدون ترس از شیوع کرونا در امتحانات آخر سال شرکت کنند. اینجا در بریتانیا علاوه بر واکسن فایزر، شمار قابل توجهی از واکسن آکسفورد آسترازنکا هم برای واکسیناسیون در اختیار سیستم درمانی قرار گرفته، اما تزریق گسترده آن زمان بر است. همین مسئله و نگرانی از احتمال خطرناکتر بودن نوع جدید ویروس، سایه سخت‌تر شدن محدودیت‌های کرونایی را بر سر شهروندان پررنگ‌تر کرده. دولت زیر فشار است تا نقشه راهی برای بازگشایی مدارس ارائه کند. کابینه بوریس جانسون اما می‌گوید حتی هیچ تضمینی نمی‌تواند ارائه کند که مدرسه‌ها بتوانند تا پیش از عید پاک حدود 2 ماه دیگر باز شوند. کرونا هنوز مهمان ناخوانده شرق تا غرب جهان است. مردم زخم خورده از خود ویروس یا پیامدهای اقتصادی و روحی و روانی آن کمابیش مستاصل شدند. مانند این هلندی‌های خشمگین در آینتوفن که دیگر نمی‌خواهند به مقررات کرونا پایبند باشند. با این همه ظاهراً همه راه‌ها برای غلبه بر همه‌گیری تنها باید به واکسیناسیون بخش بزرگی از جمعیت جهان ختم شود. هدفی که رسیدن به آن هم صبر می‌خواهد، هم فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تمام مقررات پیشگیری. شبنم شعبانی، BBC. چند خبر کوتاه. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره وضعیت الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روسیه و بازداشت حدود 3000 نفر از طرفدارانش ابراز نگرانی کرده. جوزف بورل پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می‌کرد. در بعضی از حاضران در نشست خواهان تحریم‌های تازه‌ای علیه مسکو شدند. الکسی ناوالنی بیش از یک هفته پیش پس از بازگشت به روسیه بازداشت شد. مدیر سابق خط تولید بوئینگ مکس 737 نگرانی‌های تازه‌ای درباره ایمنی
این نوع هواپیمای مسافربری مطرح کرده. اد پیترسون میگوید که مشکلات مرتبط با نقص احتمالی این مدل به طور دقیق بررسی نشده. به گفته او در تولید این هواپیما عجله شده. بوئینگ هر نوع ارتباط بین حوادث مرگبار برای هواپیماهای مکس 737 و شرایط تولید آنها در کارخانه را رد کرده. سقوط دو هواپیما از این نوع در سالهای اخیر بیش از 340 نفر را کشته. باشگاه چلسی سرمربی خود فرانک لمپارد را بعد از فقط 18 ماه اخراج کرد. این تیم لندنی فصل رو خوب شروع کرد ولی بعد از نتایج ضعیفی که در 5 هفته اخیر داشته به رده 9 جدول لیگ برتر فوتبال انگلیس سقوط کرد. سرمربی پیشین پاریس سن ژرمن و بوروسیا دورتموند گزینه اصلی جایگزینی آقای لمپارد. پوریا ژافره همکارم از لندن با ماست. پوریا به نظرت آقای لمپارد خوب دوام آورد با توجه به اینکه مالک چلسی سابقه زیادی داره در اخراج مربی ها؟ بله، یه برآورد کردن جدیدن که توی این چند وقته از موقعی که آقای آبراموویچ مالک چلسی شده 110 میلیون دلار فقط هزینه مربیایی بوده که از چلسی اخراج کرده. به این معنی که اینها رو اخراج کرده، مثلا تو همین مدل آقای لمپارد 18 ماه رفته، 18 ماه دیگه از قرارداد ایشون مونده، عین این 18 ماه رو حقوقش خواهد گرفت، البته با یک شرایطی که احتمالاً دیگه نمیتونه بره شغل دیگه ای تو این مدت که داره حقوق میگیره از چلسی بگیره. ولی که واسه آبراموویچ مالک میلیاردر روس چلسی اینا واقعا پول خورده، به خاطر اینکه من الان داشتم نگاه میکردم که سرمایه ایشون در کل دنیا 2 سال پیش نزدیک 13 میلیارد دلار برآورد شده و خب اصلا کلا نسبی هستش. توی خبر دیگه دیدم که 10 نفر اول پولدار دنیا میتونن به اندازه کل واکسن ها رو بخرن و کل واکسن رو برای کره زمین پولش رو بدن، باز هم 10 نفر اول بمونن. ولی که آقای آبراموویچ حالا نفر 113 هستش در پولدارا و کلا در انگلیس هم مشهور بود که یک مقدار مشابه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای عربی که سرمربی خودشونو خیلی زود اخراج میکنن، ایشون هم همین تصمیم گرفته. ولی در جواب سوال شما میشه گفت حتی واسه فرانک لمپارد تا یه اندازه مماشات هم کردن بیشتر از حالت معمول خودشون، اونم به خاطر رابطه خوبی که با لمپارد داشتن. خیلی امیدوار بودن که بالاخره تلس شکسته بشه، آقای لمپارد موفق بشه در چلسی. چی شد که نتایج خوبی نتونست بگیره در این 5 هفته گذشته؟ این هم معمای عجیبیه. یعنی الان کلی که لیگ برتر نگاه میکنه، فکر میکنم تنها لیگ فوتبال دنیاست، تنها کشوریه که تو دسته اول فوتبالش نصف کمتر تیمهایی که توی لیگ برتر هستن مربیاشون مال خود اون کشورن. و در مورد انگلیس حتی عجیبتره که آدم ها فکر میکنن که آقا انگلیس مهد فوتبال، چرا از اینجا هیچ مربی درست حسابی بیرون نمیاد که بتونه تیم قهرمان لیگ برتر بکنه. ولی خب در مورد لمپارد اگه بخوایم صحبت بکنیم، من همکارای خودمون تو بی بی سی هم میبینم بسیار آدم محبوبیه، خیلی دوستش دارن لمپاردو، فقط 42 سالشه، مدرسه خوب رفته، تو مردم قشنگ بلده صحبت بکنه و تازه اول راهشه، ممکنه که بعدن بتونه بهتر از این کار بکنه. ولی که مشخصا تو این مدتی که در چلسی بود نتونست خوب کار بکنه، به خصوص با اینکه خریده خیلی زیادی هم کرده بود تو این تابستون گذشته. متشکرم از عدپوریا ژافره با ما. امروز دوشنبه است و میلیون ها نفر از والدین و فرزندانشون در بریتانیا 4مین هفته تحصیل در خونه رو آغاز میکنن. اما شاید برای بعضی این 4 هفته 4 سال طول کشیده باشه. با توجه به احتمال بسته موندن مدارس تا قبل از عید پاک، یعنی بیش از 2 ماه دیگه، فی لمدین خبرنگار بی بی سی با چند خانواده که فشار این تعطیلی‌ها رو احساس میکنن گفتگو کرد. 4 خانواده در یک شهر زندگی می کنند. هر یک با چالش هایی متفاوت در تعطیلی سراسری در این زمستان روبرو هستند. ساموئل پدری مجرد است که با 4 پسر نوجوانش در این بلوک زندگی می کند. الان توی زمستان شرایط سخت تره. برای همین مایل هستیم تمام روز توی خونه بمونیم. هرج و مرج. میشه این هرج و مرج رو گاهی سامان داد، اما گاهی هم نه. چون بچه‌ها کارهایی میخوان انجام بدن.
در حالی که باید بیشتر معلمی کرد و مشق انجام داد. من الان در خونه با یک اتاق خواب هستم و سخته. از زمان آغاز قرنطینه ساموئل روزانه به بسیاری سر میزند. مشقاتو نوشتی؟ در همسایگی ساموئل در طبقه پنجم نمری با خانوادهش زندگی میکند. دوبار تلویزیون رو شکستن، میز و کاناپه و دوتا تخت خواب رو هم شکستن. مثل همه بچه ها همش بالا و پایین میپرن. حالا سه هفته میشود که همسر و سه فرزندش از آغاز قرنطینه جدید آپارتمان را ترک نکرده اند. ما لباسشویی رو با هم مشترکاً استفاده میکنیم و به همین خاطر همیشه در حال کار کردنه. آسانسور هم مشترکه و همیشه پره. همینطور ما مهمانهایی تو این ساختمون داریم. برای همین اونها رو داخل خونه نگه میداریم. آیا نگرانی که این قرنطینه سوم اثر مخرب روانی بر کودکان داشته باشه؟ البته، حتی ما بزرگسالان هم نمیخوایم توی قرنطینه باشیم. و در پایین این برج این خانواده زندگی میکند. خیلی سخته. چون باید مواظب 4 تا بچه باشم که یکیشون هم معلولیت داره. داروهای زیادی باید به پسرم بدم. دکرا تحصیلش را ناتمام رها کرده تا به درس خواندن کودکانش کمک کند. احساس میکنی که خیلی زیر فشاری؟ من سخت کار میکنم. صبح زود سر کار میرم و برمیگردم خونه و میبینم که بچه ها توی درس خوندن به کمک نیاز دارن یا نه، به ویژه درس های انگلیسی و ریاضی. علی فرزند بزرگتر است و در سال آخر دبستان. درس خوندن از خونه خیلی سخته. بعضی وقتا به برادر و خواهرم کمک میکنم. مصطفی برادر کوچکش است که 10 سال دارد و از معلولیت، دیابت و آسم حاد رنج میبرد. اون میگه خیلی بده چون دلش برای دوستاش تو مدرسه تنگ شده و نمیتونه وقت نهار اونا رو ببینه. خانواده مصطفی خیلی نگران هستند که او به ویروس کرونا مبتلا شود. آنها سرسره را به داخل اتاق نشیمن بردند. در این شهر ما با ویکی مادری مجرد و اعضای خانوادهش دیدار کردیم. او کار بازاریابیش را 1 سال پیش راه انداخت. مسئله اینه که باید بین تحصیل بچه ها و کارم یکی رو انتخاب کنم. اگر کار نکنم نمیتونم کرایه خونه بدم، ماشین داشته باشم و غذا بخرم. دست من نیست. ما از میز آشپزخونه برای کار استفاده میکنیم چون کار مدرسه امروز وجود نداره. اگر بچه ها بخوان که باهاشون پای درسشون باشم، اواخر بعد از ظهر این کار رو میکنیم. اما بعدش باید شام پخت و ظرف شست و کارهای خونه رو انجام داد. هر 4 خانواده هر کاری که می توانند می کنند و هفته دیگر را در قرنطینه آغاز کرده اند. فیونا لمدن، BBC نیوز. ممنون که با ما همراه هستید.